روز گذشته مزدوران خامنه‌ای با هجوم به منزل خانم فیروزه صابر، خواهر شهید هدی صابر، مراسمی رو که قرار بود برای سوم اون برگزار بشه به هم زدن. مزدوران جلوی خونه ایستاده بودن و ضمن فیلمبرداری از مراجعین اجازه ورود اونها به خونه رو نمیدادن و اونها رو برمیگردوندن. دوستان شهید رضا هدی صابر امروز از مردم برای حضور در مراسمی که به منظور ادای احترام نسبت به اون در مسجد اعظم قلهک برگزار میشه دعوت کردند. زندانی سیاسی رضا هدی صابر به خاطر مرزبندی قاطعش با رژیم پلید آخوندی خاری در چشم اونها بود و در سخنرانی های خودش همیشه از حنیف نژاد و منش و راه اون یاد میکرد. توجه شما رو به قسمت های از سخنرانی هدی صابر در حسینی ارشاد در روز عاشورا جلب میکنم. حالا با این توضیح امشب رو اختصاص دادیم، یک شب رو تلفی کنیم، اسیر جرد، اسیر در حقیقت شانتاج رسانه‌ای جمهوری اسلامی که عاشورا رو در ذهن ما جز سیاه، جز نوحه و جز به اصطلاح مظلومیت حسین، در حالی که اساساً حسین عنصر ظلم پذیری نبوده، خب هم عصر امام حسین خیلی ها بودن، یعنی انسان‌های کلاسیک بودن. انسان‌های کلاسیک به سرعت با وضع موجود به سازش میرسن، به سرعت با وضع موجود تقسیم منافع میکنن، به سرعت با وضع موجود کنار میان روی تقسیم منافعشون. ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که خیلی خوب میفهمیم که حفظ چطوری پیش میبره. 30 سال پیش روی با حفظ، حالا در کنارش هم نفت، در کنارش هم زور. اما در همین دوران 5 ساله حضرت علی، معاویه حاضر به کنارگیری از سمتاش نبوده، چندین سال نزدیک 2 دهه استاندار بوده، با روش های خاص خودش، روش های طبقاتی، باند رو به جای تشکیلات گذاشت، طبقه رو به جای جامعه بی طبقه قرار داد و و و. خب با شهادت حضرت علی معاویه خلیفه میشه، حدود 40 سالی فرد حاکمیتی بوده. فرد حاکمیتی رو ما خوب میتونیم لمس کنیم. فرد حاکمیتی تنفس مستقل و زیست بدل استقلال براش امکان پذیر نیست، حتی فکر زیست بدل استقلال براش امکان پذیر نیست. شما افرادی رو میبینید تو جمهوری اسلامی که 30 سال دولتی هست، دیپلومشون رو دولتی گرفتن، فوق دیپلومشون رو دولتی گرفتن، دکتراشون رو دولتی گرفتن، فرصت های مطالعاتیشون رو دولتی گرفتن، شرکت خصوصیشون رو دولتی زدن، بچه هاشون دولتی بورس گرفتن و اصلا امکان پذیر نیست که به زندگی منهای رانت ها فکر کنه. اینو ما خیلی خوب میتونیم لمس کنیم. بعدی هم اینطور بوده، 40 سال کاملا رانتیر. بگیم یه وقت با تلقی ارباب رعیتی از نوع جمهوری اسلامی داریم از خدا. خدا حاکم تاریخه، خدا حاکم هستیه، همه انسان ها رنن، همه انسان ها رعیت هن. انسان نه فکر از خود داره، نه فهم از خود داره، نه اینطور نیست. امام حسین هم همچین تلقی از خدا نداره. تصحیح چیزی که اساسا ما ازش دور افتادیم، خدای خشن، خدای جمهوری اسلامی، پاسبان گرز به دست سر ساره تاریخ، فقط منتظر ما خطا کنیم، فقط خشونت، فقط نهیب، فقط مذمت، اساسا اینطور نیست. مثلا الان ادبیاتی که به کار برده میشه تو خود حاکمیت ما، ادبیات بخشش ادبیات نازل کوچه و بازاریه، ریز میبینمتون، ادبی نیستی، برخوردی که میشه با حرکت های سنفی تو جامعه ما، با حرکت های سیاسی تو جامعه ما، یعنی آخرش اینه، ریزیم، میکروسکوپی هستیم. من ادبی نمیبینمتون. چرا؟ چون من در ارتفاع هستم. امام حسین استراتژی میذاره رو هسته ارتفاع، در جای دست به سلاح برد که دیگه نقطه آخره و طرف دست به سلاح برده. ببینید خدا شورشی ترین فرد علیه وضع موجود است. این که تصریح میکنه در سنت پدرانتون نمانید، پیام های دورانی رو بگیرید، کش نباشید، فنر نباشید، مرتجع نباشید، بر کاشته درها نچرخید، یعنی اهل مدار تغییر باشید. خب انسان های مدار تغییر هم دیگه انسان های حافظ وضع موجود نیستن، مثل امام حسین. از موضع سنتی حوزوی آخوندی ما به امام حسین نمیگیم حضرت، از این موضع میگیم حضرت،
حضرت یعنی کسی که حاضره. انسان‌های مدار تغییر همیشه هستن. اما مصدق در دادگاه، این خیلی مهمه، میگه آنجا که پای منافع ملی در میان است و پای استقلال، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر، و سنت من سنت امام حسین است. حالا اون میاد جلوتر تا حنیف تجار، این که این خط امام حسین جلو آمده، جلو آمده، جلو آمده، از ستارخان و علی موسیا و مصدق و کوچکخان و حنیف نژاد و الان هنوز هست. این فرهنگ آشورایی هست، خیلی مهمه.